سالونی که توش هستیم یکی از زیباترین، بزرگترین و مهمترین پروژه های امروز هستش که افتتاح میشه. سالن 6000 نفره سرپوشیده سنندج که با استانداردهای بین‌المللی ساخته شده و این هدیه ای هست از طرف دولت برای مردم خوب خطه کردستان که انشالله از این به بعد با برخورداری از این سالن بتونن به امید خدا میزبانی مسابقات بزرگ بین‌المللی رو داشته باشن. علاوه بر این سالن بزرگ و بسیار زیبا و شکیل، ما امروز در خدمت شما 4 تا استادیوم فوتبال رو در 4 شهرستان سبزوار، ملایر، نیشابور و خشت کازرون افتتاح می‌کنیم و همچنین یک هتل بزرگ یا خوابگاه ورزشی رو در استان گلستان و همچنین یک پیست اسکیت رو در عراق در کنار 220 خانه ورزش روستایی که در تمامی استانها گسترش هستش و 108 زمین چمن مصنوعی فوتبال هستش که یکی از سیاست‌های مهم این وزارتخونه در راستای عدالت ورزشی این بوده که ما بتونیم با اجرای پروژه‌های ضربتی برای ورزشکاران استان‌های مختلف امکان بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت‌هاشون رو فراهم بکنیم. همچنین سیاست توسعه خانه‌های ورزش روستایی رو از ابتدای دولت در پیش گرفتیم. جالب هستش به استحضار جناب‌عالی برسونم که با این 220 خانه ورزش روستایی که امروز با دستور جناب‌عالی افتتاح میشه، تعداد خانه های ورزش روستایی که در این دولت افتتاح میشه به 3500 واحد میرسه و این در حالیه که در ابتدای دولت تعداد اینها کمتر از 200 بوده، یعنی 200 الان به 3500 تا افزایش پیدا کرده و انشالله برنامه ریزی کردیم برای اینکه بتونیم به امید خدا ما تا پایان دولت این تعداد رو از 3500 تا به 5000 تا برسونیم. این 108 زمین چمن مصنوعی فوتبال رو که تو استانهای مختلف امروز به بهره برداری میرسه، تعداد زمین های چمن مصنوعی فوتبال رو به مرز 2000 تا میرسونه که به امید خدا تا پایان دولت تلاش ما بر این هستش که بتونیم به 2500 واحد برسونیم. تعداد اینها کمتر از 100 تا بوده در ابتدای دولت. من خدمت شما عرض بکنم این سالونی که توش هستیم، همونطوری که عرض کردم، حدود 7300 متر زیربنا داره و حدود 750 میلیارد ریال هزینه در خلال سالهای مختلف توش انجام شده. ارزش اقتصادیش امروز حدود 1500 میلیارد ریال هست و یکی از زیباترین سالن‌ها است. از این مدل سالن‌ها جناب آقای روحانی، ما 9 تای دیگه در کل کشور داریم که تو مناطق محروم هست و تلاش داریم به امید خدا بتونیم تا پایان این دولت 6 تا از این 9 تا رو حتما به بهره برداری برسونیم و این شرایط رو فراهم بکنیم که همه مردم این مناطق بتونن انشالله میزبانی مسابقات مهم بین‌المللی رو داشته باشن. خیلی متشکر جناب آقای سلطانی فر، وزیر محترم ورزش و جوانان. گزارش بسیار خوشحال کننده‌ای بود برای مردم ما، اینکه ما در یک روز قادر هستیم 335 پروژه ورزشی رو در سراسر کشور افتتاح بکنیم، جای بسیار خوشحالی داره و از اینکه در دولت ما قادر بودیم 4000 پروژه مهم ورزشی رو افتتاح بکنیم، افتخار دیگری برای دولت خدمتگزار مردم عزیز سراسر کشور ما هست. من سلام عرض میکنم خدمت مردم خونگرم، دلاور و مرزدار کشورمون، مردم عزیز کردستان و همه حضار جلسه.
و امیدوارم اونچه امروز افتتاح میشه به عنوان هدیه کوچکی باشه برای مردم عزیز کردستان که همواره مدافعان قهرمان برای مرزبانی از ایران عزیز و اسلامی ما بودند. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه شهدا و به ویژه سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، سالن 6000 نفری سنندج و همچنین سایر پروژه های ورزشی رو در 23 استان کشور آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.